سلام بچه‌ها وقتتون بخیر باشه پپه ارز دیجیتالی که با بازار حرکت کرده رشد خوبی رو داشته میخوایم ما همدیگه یک آپدیت تحلیل ازش داشته باشیم ببینیم که از این به بعد هم آیا این رشد پپه میتونه ادامه باشه که از اینجا درصد بگیریم از کف قیمتیش چیزی حدود 100 درصد قیمتش اومده بالا رشد کرده و در حال حاضر میم کوین ها داره تزریق میشه یه پول بسیار خوبی داره سمت میم کوین ها میاد یکی از اونها پپه هستش که تو بخش هستش در حال حاضر که کسایی که دارن ویدیو رو نگاه میکنن اگر هنوز کانال ما رو سابسکرایب ندارن سابسکرایب داشته باشن که از آینده ای ارز دیجیتال بتونن سریعتر با خبر بشن من آپدیت تحلیل بیت کوین هم گذاشتم اگر کسایی که ندیدن برن حتما اون ویدیو رو نگاه کنن یه سری به قیمت پپه بزنیم وضعیتش رو بررسی کنیم در حال حاضر قیمت فعلی پپه رو نگاه کنیم چیزی حدود 5 تا 11 نوسان میکنه با ولیوم 111 میلیون دلار که تو 24 ساعت گذشته با اینکه مثلا 14 درصد حجمش اومده پایین ولی پول بسیار خوبی واردش شده مثلا 100 میلیون دلار پول خوبی هستش که وارد ارزشال پپه شده میم کوین بسیار دوست داشتنی و خیلی حالا توی توییتر داشتن توییت میکردن تو ایکس داشتن ایکس میکردن راجع به این موضوع صحبت کرده بودن که امکانش وجود داره که میم کوین ها افزایش بسیار خوبی رو داشته باشن و مثال زده بودن مثلا میم کوین دوچ کوین میم کوین شیبا میم کوین مثلا پپه میم کوین بیبی دوچ کوین اینا میم کوین هایی هستن که داخل دا بازار وجود دارن مارکت وجود دارن که امکانش هستش مثل اون تایم ها تقریبا دو سه سال پیش که میم کوین ها یه دفعه انفجاره بسیار خوب رو داشتن پامپ بسیار خوب رو داشتن دوباره همون واسه اونها تکرار بشه در حال حاضر مارکت کپ رو نگاه کنیم 479 میلیون دلار واسه پپه هستش و 84 هم رنگ فعلی پپه هستش که امکانش هستش رنگش مثلا افزایش پیدا کنه برسه به تقریبا رنگ 50 60 یا مثلا 40 پایین تر هم بیاد چون که پتانسیل خوبی رو داره و مهمترین بخش ما مهمترین جایی هستش که باید ما تکنیکالی بررسی کنیم ببینیم که از لحاظ تکنیکال به چه شکلی امکان پذیر هستش آیا از لحاظ تکنیکال میشه روی پپ حساب کرد از لحاظ فاندامنتال که نمیشه روی پپ حساب کرد بریم وارد وبسایتش بشیم ببینیم که داخل وبسایتش چه چیزی میشه پیدا کرد که بگیم آقا این میم کوینه هدف داره رودمپ داره آینده خوبی رو داره چون که فاندامنتالی چیز خاصی نداره ما بارها راجبش صحبت کردیم و بهتون گفتیم که آقا پپه به عنوان این اومده کلا مثلا اون تایم ها دوش کوین به عنوان یه شوخی اومده بود پپه هدفش اینه که بیاد جای مثلا شیبا اینو باشه جای دوش کوین باشه و این هدفی که داره حالا نمیگیم که مثلا هدف بعدی هستش هستش سایتش هم حالا لود نمیشه مشکل فکر کنم از اینترنت باشه حالا سایتش قبلا ما با همدیگه بررسی کردیم و تمام نکات رو من داخل سایتشون بهتون گفتم و فاندامنتالی چیز خاصی نداره و یکی از دلایل این که پپه همچنان زنده هستش و داخل بازار داره کار میکنه فعالیت میکنه حمایتی هستش که دارن ازش انجام میدن یعنی اون نهنگ های بازار همچنان پپه رو زنده نگه داشتن که باید ببینیم که چرا این کار انجام دادن امکانش هستش که مثلا ما شاهده یه پامپ بسیار خوبی خواهیم بود یک رشد خوبی خواهیم بود همه اینها ممکن هستش واسه این ارزش دیجیتال و جالبش اینجاست این میم کوین واسه ترید کردن به صورت فیوچرز هم خیلی جذاب هستش واسه معامله گرا به خاطر همین خیلی تو بخش ترند ها میبینیم خیلی ها میرن روش ترید میکنن خرید فروش انجام میدن به صورت اثبات هم کم کم داره بیشتر میشه ولی بیشتر دارن به صورت فیوچرز کار میکنن رو پوزیشن مثلا شورتو یا پوزیشن لانگ ازش دارن استفاده میکنن یه تایم بریم بالاتر تایم فریم هفتگی با هم دیگه یه بررسی داشته باشیم توی تایم فریم هفتگی ما اگر وضعیت پپر رو بخوایم یه بررسی داشته باشیم سقف قیمتیش کجا هستش سقف قیمتیش میفته تقریبا عدد 544% از سقف قیمتیش تا الان 75 درصد قیمتش ریزش کرده یعنی نسبت به ما بقیه ارزهای دیجیتال مقایسه می‌کنیم کمترین اصلاح رو داشته الان مثلا بخیر رمزارز رو می‌بینیم نگاه می‌کنیم از سقف قیمتشون تا الان شاید مثلا 82 درصد 83 درصد 90 درصد هم ریختن و قیمت اصلاح کرده پس از لحاظ ریزش خیلی خوب تونسته خودش رو حفظ کنه و رشد خوبی هم داشته که قیمت رو آوردن بالا که سریعتر برسونن به اون تارگت هایی که وجود داره چی ما اگر باز کنیم به یه نکته جالبی می رسیم. قیمت ما از این پایین داره یه شکل تیز تشکیل میده از بالا دو تا هشتی شکل تیز هم روی کی جونسن هم روی تنکنسن شاید هستیم حالا به کدوم سم میتونه حرکت کنه امکانش هستش که به نزدیکترین سطحی که هستش ببین چند عددش عددش تقریبا 6 سفر الان چند قیمت داره نوسان میکنه 5 سفر 11 400 این هفتی شکل تیز روی عدد چنده ببین عدد 6 0 86 800 هستش امکانش وجود داره که قیمت ما یه شدوی تا این محدوده ها داشته باشه پس کشش وجود داره بچه اینو نکتر رو حتما تو ذهن خودتون داشته باشین اون کشش ها رو داریم که قیمت بیاد سریعترین ترین هفتی شکل خودش رو اونی که تیز هستش به صورت تنگنزن پر کنه و بعد حرکت کنه به تارکت های بالاتر این دو تا هشتی شکل تیز هم که همسر هم دیگه هستن و اینجا وجود دارن خب اینا پرقدرت هستن یعنی چی اگه یه دونه بودش ما میتونستیم بگیم که آقا بالای 90 مثلا 5 درصد امکانش وجود داره که اینو پر کنه بالای 95 درصد یعنی احتمال خیلی زیاد ولی چون که کی جونز نه هم اینجا هشت شکل تیزه را داره رو عدد چند عدد 5 25 میگیم که آقا به احتمال خیلی زیاد یعنی بالای 99 درصد ما حتما این رو 100 درصد چون که هیچ 100 درصدی بازار وجود داره وجود نداره 99 درصد ما احتمال داریم که بیایم این تارگت رو ببینیم و پرش کنیم این تارگت رو ببینیم و تاچش کنیم پس از همینجا در نظر بگیریم و از وسط هاش 170 150 درصد رو روی پپه رو شاخ پپه هستش که بیاد افزایش بده کنه و اون تارگت رو ببینه پس داخل تایم فریم هفتگی به این نتیجه رسیدیم بریم تایم فریم بالاتر تایم فریم ماهانه ببینیم که آیا این نتیجه رو هم میشه از تایم فریم ماهانه هم گرفت ایچی موقع هنوز به صورت کامل تشکیل نشده ولی از لحاظ لاینی بخوایم نگاه کنیم ببین داره یه حالت امی رو تشکیل میده رفته بالا اومده هنوز بالا رفتن وجود داره یعنی قیمت بیاد افزایش بده کنه بیاد هم سطح این هشتی شکل تیز خودش باشه پس تو این فریم هفتگی هم داریم سیگنال خرید رو دریافت میکنیم از لحاظ کندل نگاه کنیم یه پین داریم کندل بعدی تایید رو داده یعنی اینکه روند ما میتونه تغییر کنه استارت بزنه بره تارگت های خودش رو ببینه یه سطح مهم هم رو عدد تقریبا 5 و سرینا داریم که حالا تایم فریم روزانه من این سطح رو تونستم پیدا کنم بریم تایم فریم روزانه ببین تایم فریم روزانه هم داره هشت شکل تیزر رو تشکیل میده پس ما به این نتیجه رسیدیم امکانش وجود داره که قیمت اگر کاهش پیدا کنه برسه مثلا بشه 6, -6 ما باید ازش تنگین خرید کنیم چون هم تایم فریم روزانه هشت شکل تیزر داریم هم تایم فریم هفتگی هشت شکل تیز داریم که قیمت رو میکشونه به سمت خودش و این انتظار رو خواهیم داشت که یک افزایش خوبی رو داشته باشه یک صعود خوبی رو داشته باشه پس از لحاظ تکنیکالی که داریم مرزی میکنیم کنیم هم تایم فریم ماهانه وضعیت سعودی هم تایم فریم هفتگی وضعیت سعودی هم توی تایم فریم روزانه وضعیت بسیار سعودی هستش و رو به بالا میتونه حرکت خوبی رو داشته باشه من چیزی رو خاموش کنم یک کمی هم با کند بازی کنیم و بعد بریم تایم فریم پایین تر چهار ساعته ببینیم که واسه تریدرها چه چیزی وجود داره کندلا رو نگاه کن ببین از اینجا خب منشه حرکت ما بوده دیگه درسته قیمت استارت زده رفته بالا پام کرده کجا ایستاده روی عدده 5 صفر ده قیمت ما ایستاده یک گره معاملاتی اینجا تشکیل داده دوباره یه پامپ خوبی داشتیم به سمت بالا الان بالای این گره معاملاتی داره نوسان میکنه دیگه درسته اینو میتونیم یه کمی فشرده ترش کنیم یه کمی هم بیاریم پایین تر اینجا اینجا گره معاملاتی واسه ما هستش برو تایم فریم روزانه نگاه کن اینجاها اومد نوسان کر احتمال شدو اینم وجود داره اینجاها اومد نوسان کرد پول بک زد باهاش به سمت سمت بالا حرکت کنید بخرید و نگهداری کنید این ارز دیجیتال این میم بسیار جذاب رو پس از لحاظ تکنیکال هم در حال حاضر وضعیت مثبتی رو شاهد این ارز دیجیتال هستیم اینجا دبل باتم هم تشکیل شده الگوی کف دوقلو رو دیدیم قیمت اومده این نکلاین رو شکسته ببین نوک این نزدیکیاش پول بک زده و استارت زده به سمت بالا حرکت کردی چی مکر باز کنیم وضعیت سعودی رو داریم کومو سعودی هستش یه کششی میتونه اتفاق بیفته برگرد برگرده به سمت پایین ولی در کل وضعیت ما سودی هستش پس هولدرهای های پپه میتونن نگهداری کنن یا اگر هم نگهداری نمی کنن قیمت اگر کاهش پیدا کنه اون دوستانی که میخوان اضافه کنن روی این محدوده ها میتونن به پپه های خودشون بیان اضافه کنن و ازش یه خریدی انجام بدن این کار رو میشه انجام داد و یه سود خوبی رو ازش گرفت یه تایم من برم پایین تر تایم فریم 4 ساعته ببینیم وضعیت به چه شکلی واسه تریدر را که همینو من داخل همین نمودار رو کمی جمع تر. یه کمی مثلا فشرده تر داخل بیت کوین ما داریم میبینیم اینجا مربوط هستش به وضعیت بیت کوین که یه حالت پرچمی رو داره تشکیل میده باید ببینیم که از چه سمتی شکسته میشه از سمت بالا شکسته میشه یا از سمت پایین که بالای 98 99 درصد از سمت بالا شکسته میشه و وضعیت کریپتا دوباره صعود خوبی رو خواهند داشت خیلی ممنون که تا اینجا مشاهده کردید من تمام گفتنی ها رو گفتم امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید لایک کردن ویدیو طبق معمول فراموش نشه نظرتون حتما کامنت کنید تا ویدیوهای بعدی فعلا خدا نگهدار همه دوستان از کانال فست تریدر